بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. در باب غیبت ها، علت های غیبت امام زمان صلوات الله علیه صحبت می کردیم و یکی دیگر از این علت ها و حکمت ها غیبت امام زمان در اثر نافرمانی و معصیت افراد هست، یعنی نتیجه معصیت و نافرمانی های شیعیان این شده که امام زمانشون از ایشون پنهان باشد و سنت خدا بر این استواره. یکی دیگر از سنت های الهی این است که هر وقت نعمتی رو به افراد روزی می کند، هیچ وقت اون نعمت ها رو از افراد سلب نمی کنه مگر اینکه اون افراد و اشخاص خودشون با معصیت هایی که انجام میدن سبب سلب اون نعمت ها بشن. در این زمینه احادیث زیادی از اهل بیت علیهم الصلاة والسلام روایت شده، من جمله اینکه در روایتی امام صادق علیه السلام فرموده قضاء خداوند، قضاء حتمی خداوند این است که هرگاه نعمتی را به عبدی داد، اون نعمت رو ازش سلب نخواهد کرد قبل ان یحدث العبد ذنبا، قبل از اینکه اون بنده گناهی رو مرتکب بشه. اما هرگاه اون بنده گناهی رو مرتکب شد، خداوند اون نعمت رو از اون سلب میکنه، گناهی که البته نتیجه اون و تقاص اون سلب اون نعمت باشد. و بعد این آیه شریفه رو تلاوت کردن که میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا در قومی تغییر نمیکنه، در نعمت های اونها دگرگونی ایجاد نمیکنه مگر اینکه اونها خودشون این کار رو انجام بدهن با معصیت و نافرمانی هایی که انجام میدهن. در روایتی از امیر المؤمنین صلوات الله علیه روایت شده که شخصی محضر امیر المؤمنین آمد و این بنده خدا نشست روی صندلی در محضر حضرت. این صندلی چگونه بود که او از روی اون افتاد و سرش اصابت کرد به جایی و مقداری خون آمد. حضرت خدا رو شکر کردن بابت این امر، براش سوال شد و علت رو جویا شد. حضرت فرمودن خدا رو شکر که تقاص کار پیروان ما را در دنیا از اونها میگیره و اشتباهات اونها را به آخرت محول نمیکنه. اون شخص برای سوال شد، گفت آقا جان من چه اشکالی انجام دادم، چه گناهی مرتکب شدم که تقاصش این بود من به زمین بخورم یا سرم خون بیاد؟ حضرت عرض کردن که تقاص کار شما مال اینجاست که شما وقتی نشستی روی صندلی بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی. یعنی ایشون یه شخصی بوده، شاید در باب معرفت اهل بیت شخص خوبی بوده که حتی یه همچین حرکتی از او هم نتیجه‌ای در بر داشته که در دنیا مکروهی به او برسه. و در روایت اهل بیت به این مطلب اشاره کردند، فرمودن هر وقت خداوند بخواهد قومی رو عذاب بکند، ما رو از جوار اونها دور میکند. امام باقر صلوات الله علیه نوشتن در یک نامه ای که اذا غضب الله تبارک و تعالی علی خلقه نحانا عن جوارهم، وقتی خداوند بر یک گروهی، بر یک طایفه ای بخواهد غضب بکند، ما رو از اونها دور میکنه. خب این یک نعمتی است برای مردم که امامشون در حضور امام خودشون باشن، با امامشون ارتباط داشته باشن، با اون حضرت گفتگو داشته باشن. اما معصیت های افراد سبب میشه که اونها از امام خودشون دور باشن. در روایت دیگری نقل شده که امام صادق علیه السلام جریان حضرت سارا همسر حضرت ابراهیم رو مثال زدن. وقتی که ایشان در سن کهولت بودن، خداوند به حضرت ابراهیم وحی کرد که ما میخواییم به شما یک فرزندی بدیم و اون فرزند حضرت اسحاق بود. وقتی ساره این مطلب رو شنید، بر صورت خودش زد و گفت خدایا مگر میشه این امر، من اعل دو و انا عجوز و عقیم، من هم
عجوز شدم و هم اون زمانی که میتونستم باردار بشم باردار نشدم و عقیم بودم. چگونه میشه من بچه به دنیا بیارم؟ خداوند او را بشارت داد به اسحاق، منتها در تقاص کار او این بنده خدا به این نحو بود و به این شکل بود که خداوند فرمود به خاطر این استبعادی که حضرت ساره انجام داد 400 سال قوم او به غیبت حضرت موسی دچار شدند در تقاص این کار، که البته بنی اسرائیل مرتب اینها به بیابان ها می رفتن گریه می کردن، 40 شبان روز اینها تضرع کردن، از خدا خواستن که این مدت عذابی که 170 سال از این عذاب مونده بود رو خدا بر اونها ببخشد، و خداوند به خاطر تضرع اونها و گریه و اینها مناجاتی که به خدا داشتن این عذاب رو بر اونها برطرف کرد و امر حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام انجام شد. و امام صادق صلوات الله علیه فرمودن اگر شما شیعه ها اینگونه در درگاه الهی تضرع نکنید برای فرج امام زمان، امر فرج به منتها الیه خودش میرسه. و این حکایت از این مطلب دارد که یکی از علل غیبت امام زمان گناه و یا معصیت هایی است که شیعیان مرتکب شدن و توفیق مشاهده حضرت و دیدار حضرت رو از دست خواهد دادن. در روایتی امام زمان صلوات الله علیه این جمله را فرمودن که ولو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته، اگر پیروان ما که خداوند اونها را برای طاعت خودش موفق گرداند، اینها جمع می شدن و به عهدی که ما با ما بسته بودن وفادار می موندن، لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا، یمن و برکت دیدار ما از آنها به تأخیر نمی افتاد. یعنی یکی از بزرگترین اشتباهاتی که شیعیان انجام دادن عدم وفا به عهدهایی است که با اهل بیت بستن و معصیت هایی است که مرتکب شده اند. بعد فرمودن اگر اینها نبود افعالی که از اونها به ما می رسد و ما خوش نداریم، رفتارهایی که اینها انجام میدن در زمینه اعتقادات، در زمینه اخلاقیات، در همه زمینه‌هایی که مربوط هست و از شؤون اهل بیت هست، اینها رفتارهای نابجایی دارن که ما خوش نداریم، وعده دیدار ما و اونها به تأخیر نمی افتاد. پس غیبت امام زمان میتونه یکی از پیامدهای معصیت و نافرمانی گروهی از شیعان حضرت باشه. خب بعضیا سوال میکنن آیا این ظلم نیست در حق مردم که به خاطر اشتباهاتشون امامشون از اونها دور قرار دور شده و در غیبت قرار گرفته است؟ البته ظلم نیست. چرا؟ چون وجود امام زمان فضله و خداوند قاعده اش اینه هرگاه که افرادی نافرمانی کردن، فضل و رحمت خودشون رو از اونها بر میداره، چون اونها مستحق این نبودن که اون فضل و رحمت رو داشته باشن و خداوند از فضل خودش به اونها روزی کرده. حالا اگر اون نعمت رو پس دادن و با گناه و معصیت خودشون یک کاری کردن که اون نعمت رو از دست بدن، خدا اون رو برای تنبیه اونها از اونها سلب میکنه. و انشاءالله خداوند گناهان ما را ببخشد و بیامرزد و متنبه باشیم و بر مسیر اهل بیت حرکت کنیم و از اموری که از نظر اعتقادی یا اخلاقی اجتماعی از هر نظر دل امام زمان را بشکند و ما را به سخط و خشم خداوند نزدیک کند و سبب تأخیر در ظهور امام زمان باشد، ما اجتناب کنیم به لطف و رحمت خود امام زمان. اللهم عجل لولیك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره.